بهار که میرسه، طبیعت زیبای دنا به جای نفس کشیدن زیر پای بوت کنان به نفس میفته. نکته قابل تأمل این روایت تلخ زمانیه که در برخی مواقع این گیاهان به صورت انبوه ریشه‌کن میشن. این خود رو قصد داشت که این گیاه‌کوری را به استانه همزوار هم کنه که توسط نیروهای یگان حفاظت توقیف شده. این برخورد بد برخی از مردم با طبیعت موجب شده تا 3 مرد دوراندیدی بویراحمدی دست به کار شن و برای جلوگیری از انقراض نسل این گونه ها بخشی از حیات منزلشون رو به کاش این گیاهان اختصاص بدن. سلام. سلام علیکم. آقای حاتمی. در باغچه کوچک آقای حاتمی در روستای دهنو افزون بر 30 گونه گیاهی کش شده. باغچه‌ای که حالا پای طبیعت دوستان نیز به اون باز شده. باز هم جای خوشحالی هست که هنوز همشهریانی داریم که به فکر طبیعتمون هستن. از طرف همه دوستداران طبیعت شما رو میبوسم و امیدوارم که این کارتون سلوحه کار همه ما بشه. فکر کنم آیندگان هم حتما احتیاج دارن که لذت برن و یا به این خاطری کار کردم که بازدهی بکنیم و بعد بمونشی بخیه. فکر نمی کنی یکم حیات و خونتون رو شلوغ کرده؟ نه هیچ ناراحت نیستیم، خوشحالیم. تازه دلمو خواهد چی بیارم بیشتر بازنیم و شلوخترم آبوه. در همین روستای دهنو سراغ آقای بهروزی رفتم، کارمند بازنشسته جهاد کشاورزی، کسی که در سطح وسیع تری حیات منزلشو به این گنجینه سرسبز زاگرس مزین کرده. چیزی مادر نیم هکتار زمینه که این کار انجام داد و در موقع تخمینگیری هم به خودم کوها نشای کنم که دقیق نسلهای آینده جاها را بشناسه. اوج زیبایی این روی مهربانی با طبیعت رو در حیات بسیار بزرگ آقای نظری در روستای علی‌آباد دیدم، کارمند بازنشسته منابع طبیعی. جاشیل خوردنی، جاشیل دام، بیلهر، کلافس، شویل حتی در کوه دنا آوردیم بذرش کاشتیم. البته آقای نظری دو میهمان ویژه هم داشت، همکاران سابقش که بوی بسیار مطبوع گیاهان کوهی حسابی اونها رو به وجد آورده بود. حرکت آقای نظری حرکت فرهنگ سازیه، اومده با هزینه خودش یک محیطی را که میتونسته درختای مثمر بکاره، اومده بذرهای گیاهی را در طبیعت جمع‌آوری کرده و اومده اینجا کاشته. سازمان‌های مردم نهاد بیان ببینن، ترویج کنن این مسائل را در خانواده ها، در حیات ها، در روسته ها، که ادامه دهنده حداقل این کاری باشیم که آقای نظری انجام داد. کوهگیلویه و بویراحمد رویشگاه حدود 2000 گونه گیاهیه، یعنی چیزی معادل 62% کل گیاهان کشور و 52% کل گیاهان کوهی قاره اروپا. هرچند این گیاهان از خواص دارویی برخوردارند، اما متاسفانه 25 گونه از این تعداد در معرض انقراضند. احیای دوباره گیاهان کوهی از سوی این سه طبیعت دوست هم استانی میتونه تلنگری باشه به همه ماها تا با طبیعت مهربون تر باشیم. سحر پیشوا، باشگاه خبرنگاران جوان، روستای علی‌آباد.